من اون زمان ما به وضوح میشنیدیم از آقای پاپو مقامات که خود رژیم رو مستقیم هدف قرار میدادن اما در کارزارهای انتخاباتی ترامپ بیشتر از ایشون شنیدیم که ایشون داره میگه من به دنبال براندازی به رژیم نیستن و این تصمیمی هستش که خود مردم ایران باید اتخاذ بکنن و الان توی صحبتاش داره میگه که من فقط یک ایران اتمی نمیخوام آقای کیا معنی برای اینکه شما آقای ترامپو ارزیابی کنید بایستی آشنایی داشته باشید با روحیه او در اصلی هست که میگوییم به مرگ میگیرد که به تب راضی شوند آقای ترامپ به مرگ میگیرد و به تب هم راضی نمیشود بنابراین وقتی که حرفای آقای ترامپ رو میشنویم بایستی یک محاسبه بکنیم در اونجا که این تضادی که در صحبت ایشان هست این تضاد عمدی است این ایشان مرتب تلاش میکنه که طرف مذاکره و چانه زنی رو در موقعیتی قرار بگیره که او به تب راضی بشه در حالی او آقای ترامپ به تب راضی نیست دنبال این میره که حد اکثر رو تقاضا بکنه یعنی به خودمون دست بالا رو میگیره و خیلی خیلی به صورت خیلی خیلی موثر چانه زنی میکنه و به نظر من اینکه ما محدود بکنیم به اینی که دولت جمهوری اسلامی برنامه اتمی رو متوقف بکنه این اون جایی نیستش که آقای ترامپ متوقف میشه آقای ترامپ به نظر من تکه تکه این مجسمه پوسیده نهاد جمهوری اسلامی رو با تقاضاهایی هایی که میکنه با فشاری که به اونها میاره تکه تکه این رو به جایی میرسونه که تقریبا رسونده بود یعنی اون ادعایی که میکرد واقعا ادای درستی بود شما نگاه کنید به زمانی که آقای ترامپ سر کار بودن و نوع رفتارشون با جمهوری اسلامی به محض که آقای بایدن آمدن دیدید چه نیرو و انرژی تازه‌ای جمهوری اسلامی گرفت مطمئن باشند مردم ایران باستی مطمئن باشند به آقای ترامپ که ایشان هیچ علاقه‌ای به حضور نهاد جمهوری اسلامی در خاورمیانه ندارن ساده است برای, برای خیلی ساده است که بگن که اینا دستشون تو دست هم و پشت درهای بسته با هم مذاکره میکنن و البته مردم ایران شاهد بودن که آقای بلینکن وزارت خارجه آقای بایدن چطور پاس دم تور به جمهوری اسلامی میداد مثلا اونجایی که اعلام میکردن که دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده به هیچ ای عنوان اینطور نبود دارایی ها بایستی به مصارف دارو و غذا میرسید و این محدودیت باقی موند پس این اعلام کردن این کار چه بود؟ چون آقای رئیسی میخواست بیاد به نیویورک و میخواستن که با هم یه مذاکره کردن که یه بالی دهیشون بدن مردم ایران اینا رو دیدن میدونن نگران آقای ترامپ و معاملگری آقای ترامپ نباشن مردم ایران چون ایشان است که طرف مقابل رو در بدترین شرایط قرار میده و تقاضایی میکنه که بعد از اون اونا توان ادامه ندارن فرض کنیم که امروز تمام تحریم ها برداشته بشه بانک ایران توانایی تعامل با معامله با بانک های دنیا رو ندارن برای اینکه با استانداردهای های دنیا نمیخونن فساد نهادینه شده قوانینی که در آمریکا هست من فکر کنم قوانینی که در انگلیس هست UK Anti Bribery Acts که قوانین مبارزه با فساد هست بسیار شدیدتره